همراه هستیم با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. بسیار خوش آمدید آقای جاودانفر. 14 روز از حمله حماس گذشت و اسرائیل برای حمله زمینی به غزه آماده میشه. استراتژی اسرائیل درباره گروگان‌های اسیر در دست حماس که این حمله رو بسیار پیچیده کرده چیز، با توجه به اینکه ارتش اسرائیل امروز اعلام کرده اکثر گروگان‌ها زنده هستند؟ ببینید، واقعا مسئله پیچیده هستش. از یه نظر اسرائیل، دولت اسرائیل زیر فشار کمرشکن خانوادگان این گروگان ها هستن و اونها اتفاقا حق هم دارن، میخوان که هرچه زودتر این گروگان ها برگردن. بدون شک اونها حق دارن، ولی یه مسئله دیگه هم وجود داره. در ازای هر گروگان اسرائیلی که آزاد بشه، به احتمال بسیار زیاد حماس درخواست خواهد کرد که صدها یا هزارها از زندانیهاش آزاد بشن. اگر اسرائیل این زندانیان حماس رو الان آزاد کنه از زندان خودش، اونها وارد غزه خواهند شد و اونها به صف تروریست‌های حماس که علیه اسرائیل می‌جنگن خواهند پیوست. پس این قدرت حماس رو میتونه اتفاقا قوی‌تر بکنه و عملیات اسرائیل رو خونین‌تر هم برای سرباز اسرائیل، هم برای شاید مردم بیگناه غزه. پس این واقعا یک انتخاب آسونی نیستش برای آقای نتانیاهو، چون واقعا خودش میدونه که چقدر مردم اسرائیل الان خواهان بازگشت این گروگان‌ها هستن. ولی در این حال اسرائیل خیلی حساس خواهد بود که تروریست های حماس رو زندان رو آزاد بکنه. بذارید اجازه بدید یه مثال بسیار مهمی براتون بگم. آقای سینوار که الان رهبر حماس هستش و ایشون فرمانده این حمله قتل عام اسرائیلیا بوده، ایشون یه زمانی در زندان اسرائیل بود. ایشون سرطان داشت، اسرائیل عملش کرد تو زندان و ایشون بهتر شد و به سلامتی برگشت، سالم و سلامت. بعد آقای شلید که یکی از سربازای ما بود، ما تبادل زندان کردیم، آقای سینوار رو آزاد کردیم و ببینید الان چه بلای سر مردم ما در جنوب اسرائیل آورد. پس این مسئله آزادی گروگان‌ها از زندان‌های اسرائیل مسئله آسونی نیست و بسیار پیچیده هست. شاید به دلیل همین پیچیدگی ها باشه آقای جاودانفر که تلاش ها و رایزنی هایی از سوی جریان های بین المللی در جریان هست، من جمله تلاش روسیه که با رایزنی با حماس، اونجوری که سفیر روسیه در اسرائیل اعلام کرده، زمینه آزادی گروگان های اسرائیلی اسیر در دست حماس رو فراهم بیاره. چقدر میشه به این رایزنی ها امیدوار بود؟ چقدر این رایزنی ها نتیجه بخش خواهد بود؟ ببینید، بستگی داره چقدر روسیه میتونه فشار بیاره روی جمهوری اسلامی ایران و حماس. از یه نظر دیگه چقدر اسرائیل میتونه واقعا امیدوار باشه و اعتقاد داشته باشه به قدرت روسیه و اینکه روسیه ای ها واقعا میانجیگر با نیت خوب باشن، با نیت پاک باشن. در اسرائیل الان خیلی احساس شک میکنن به حکومت ولادیمیر پوتین. این میشه گفت اطلاعات دقیقی که تروریست های حماس از پادگان های اطلاعاتی، نه فقط پادگان های نظامی، اینا پادگان های اطلاعاتی که فوق سری هستن، این تروریست های حماس رفتن و وارد یکیشون شدن، مال پادگان اطلاعات ارتش اسرائیل. اینا چنین اطلاعات فوق سری از کجا گرفتن؟ میشه واقعا میشه تخمین زد که حماس قدرت اینا نداره که تا اون حد بتونه این قدرت جمع‌آوری اطلاعاتش قوی باشه. پس امکانش وجود داره که روسیه کمک کرده باشه به حماس و نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. من چیزی که میخوام بگم این هستش که در اسرائیل واقعا اعتماد به روسیه بسیار کم هستش که روسیه واقعا بتونه به عنوان نقش میانجیگر معتبر رو بازی بکنه. ولی اگر آقای نتانیاهو ببینه که مثلا روسیه به یک توافقی رسید که بله تمام مثلا به طور مثال میگم، البته این یه فرضیه هستش، بر اساس میانجیگری روسیه حماس تمام زندانیان اسرائیل رو آزاد بکنه و اسرائیل هم یک تعداد تروریست حماس رو از
زندانش آزاد بکنه، ولی اونا به غزه نمند برن یه کشور دیگه، شاید مثلا این میتونه احتمالش وجود داره که شاید یه همچین راه حلی پیدا بشه. ولی همونطور که عرض کردم اعتماد به روسیه زیاد نیست و به خاطر روابط بسیار خوبی که ما با آمریکا داریم، ما همیشه سعی میکنیم که اجازه ندیم وزن روسیه در این منطقه زیاده از حد سنگین بشه، و اگر روسیه واقعا میانجیگری بکنه در این مسئله، بخواد میانجیگری کنه، طبیعتاً وزنش سنگین‌تر خواهد شد. میره جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو، بسیار سپاسگزارم از شما.